وقتی 10 تا اسرائیلی رو در یه اتاق بذارید 11 نظر متفاوت خواهید داشت. بعضی اسرائیلی‌ها نگران هستند در رابطه با چیزهایی که ملحوظ در معامله تسلیحاتی با عرب ها، ضمناً متوجه هستند به طور گسترده‌تر که عربستان سعودی جویا و پویای یک برتری نظامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران ممکنه به همون اندازه خرج نکنه، ولی خب آدمای بیشتری در نیروهای نظامیش داره. از سوی دیگر بعضیا در منطقه خلیج فارس میگویند که به خاطر در واقع پیامدهای ناشی از برجام، ایران در حال حاضر اون مجموعه نظامی لازمش رو داره، به خاطر اینکه پول زیادی رو به مصرف رسونده برای تجهیز نظامی با خرید از چین و روسیه و جاهای دیگر. بنابراین همونطور که پی جی گفت، اسرائیلی ها هیچ وقت در وضعیت بهتری نبودن در رابطه با بسیاری از کشورهای عرب که در حال حاضر هستن. در واقع این درک و فهم خیلی ساکن هست که به هر حال یک روابط دیپلماتیک با اردن و مصر دارن اسرائیلیا، و همینطور با تونس و مراکش هم روابط خوبی دارن. اسرائیل به صورت سنتی منزوی بوده.